پیمان فیلم، مرکز تولید و نشر برنامه های اسلامی و زمینه ساز برنامه های اجتماعی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وخير العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وَأَيْذًا قال وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتْ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. صدق الله المولانا العظيم. برادرای عزیز، ماه مبارک رمضان ماهی است که رابطه ما را با رب ما به وجه صالحش تنظیم می کند، قیمومیت خداوند متعال را و تسلط الله متعال را او را برای ما شما به نمایش می‌گذارد. یک حالت مراقبه زیبای در زندگی خود از الله متعال را احساس می کنیم که با وصف از اینکه تشنه هستیم دست ما به آب نمی رود ولو که هیچ کس هم در اتاق نباشد، دست ما به طعام و نان نمی رود با وصف که اگر بخوریم هیچ کس خبر نمی شود و اگر اتو یک تصویری شود که انسان دستش به طرف خوراک پیش شود، نوع از خجالت و یک شرمندگی را انسان احساس میکنه. ای چطور نان میخوری یا چطور آب مینوشی در حالی که ربت مسلط بر اوضاع است و حالت تو را نظارت میکند. پس این مراقبت الهی وقتی که در زندگی انسان بیاید، نه تنها در رمضان، در غیر رمضان هم انسان از گناه دور می شود و انگامی که این مراقبت ضعیف شود بعد از او انسان طبیعتاً دست می زند به کاری که شایسته نیست و حد که حدود و مرزای الهی را می کند. در نتیجه اتو گفته می تانیم که ما چرا در رمضان از چشم و گوش و فکر و زبان خود مراقبت میکنیم؟ به خاطر که مراقبت الله متعال را به وجه درستش قبول کردیم و به او باور و یقین داریم. او باور در زندگی ما باور را ایجاد میکند که مراقب بوده باشیم از اعمال خود و از کردار خود. هرگاه او مراقبت به اوج بالا باشد، اینی را ایمان میگوید. ایمان راستی ایمیست که درونت در حقیقت مصادف و برابر بوده باشد با بیرونت. و منافقت چی را میگوید؟ که درون انسان مخالف بوده باشد با ظاهری از او. هر قدر که انسان به رب العالمین نزدیک می شود و قریب به الله می شود، در حقیقت رضای خود را در رضای الله می بیند. یعنی سر را سر فکر می کند که به چی الله خوش می شود تا امو عمل را انجام بدهد، امو کار را انجام بدهد. پس نمونهش باز در رمضان داده می شود.
رب ما به نخوردن ما خوش می شود و ما نمی خوریم. انگامی که نمی خوریم، پس از این نخوردن خود، ولو که گشنگیست، ولو که سختیست، باز هم لذت می بریم. رب ما در رمضان به نخ نوشیدن آب خوش می شود و ما امور نمی نوشیم و در عین اینکه که سخت است و از سختیش هم لذت می بریم. پس نتیجه چی شد؟ میگه از نخوردن، از ننوشیدن که در دیگر نواحیش آسانتر است. وقتی که در نخوردن ننوشیدن به تو لذت داده می شود، اگر در امور دیگری تو اطاعت فرمان الله را بکنی و مراقبت الله را بپذیری، شیرینی رمضان و مقبولی رمضان و اطمینان رمضان در سراسر حیاتت می آید، کل حیاتت خوش می باشی. پس وقتی که خوشی بیاید، معنای چی دیگه چیست؟ یعنی غم دیگه نیست، افسردگی دیگه نیست، تشویش دیگر نیست. از این خاطر است که فضیل ابن عیاض و جمعی از دیگه دوستا هم می را گفتند که بیچاره ها از دنیا رفتند و با لذت ترین چیزی دنیا را نچشیدند. کسی پرسانش میکنه که چی از او؟ گفت بودن با الله، محبت با الله، اینی را نچشیدند. لذتی که در اطاعت خدا هست، در قبول فرمان الله هست، نه در خوردن است، نه در نوشیدن است، نه در شهوات دیگری است. چقدر که ما احکام و فرامین الله را تطبیق میکنیم، در نتیجهش خوشی را برای خود ضمانت میکنیم. چقدر که احکام و فرامین رب ما را زیر پای میکنیم، به امو اندازه ما به تشویش می باشیم. یک نمونه را عرض می کنیم. اگر ما در یک باغی که از ما نیست و به اساس مشکل و تشنگی و گرسنگی واردی از او شویم و تصرف می کنیم در میوه هایش، هر آن لحظه تشویش از این را داریم که صاحب باغ بیاید، حد اقل یک توهین خود ما را خواد کرد. اقل نه، امیر بارما خواد گفت که چرا چنین میکنی؟ و اگر بالا جزا را داد، او خوب بالا است. ولی انگامی که انسان وارد یک باغ شود، پر میوه، پر هر چیز، و صاحب باغ تو را دعوت بکند و برایت بگوید که طوری که خواسته باشی از این زمین و از این باغ و از میوهش استفاده کن، نه تنها که لذت از خوردنش میبری، باز لذت از دیدنش هم میبری، لذت از گشتنش هم میبری، لذت از سایش هم میبری و شرشره آبش هم میبری. پس دوستای عزیز، ما در سر زمین خدا هستیم، در زیر سقف آسمان الله هستیم و رب ما شما را در این دنیا آفریده است. بعد یک چوکات قانونی به ما داده، اگر مطابق به او برویم و زندگی خود را عیار بکنیم، پس سراسر این دنیا یک باغ بسیار پر زرق و برق است و ما از هر حد خود، از هر قدم خود، از هر نفس خود لذت میبریم. بنابراین در رمضان به ما امیر میدهد که زیاد نان خوردیم، ولی لذتی که شما در افطار میگیرین در دیگه وقتش نیست. نان را زیاد خوردیم، آب را زیاد نوشیدیم، ولی وقتی که در افطار مینوشی و مطابق خط خدا مینوشی، در اینجا لذتی بیشتر دارد، مقبولی بیشتر دارد. پس رمضان به ما چی را داد؟ رمضان به ما زندگی را با رب ما امیر به ما نشان داد. رب ما امیر از ما می خواهد
که تو در این دنیایی که زندگی میکنی حق نداری، قدمت را بدون اذن ما برداری، اجازه برداده نمیشود، قدمت بدون فرمان ما برداری. پس تو بنده هستی و فرامین را بپذیر و در این فرامین تمام خواسته های تو جابجا شده است. هر چیز و هر فرمان به منفعت توست، به ضرر تو نیست. مثل که قوانین در دنیا آیا به ضد انسان است؟ نه، قوانین همیشه وضع می شود برای منفعت انسان. پس قوانین ترافیکی و اشارات سرخی که در جاده ها داده می شود، درست است که یک توقفت می دهد، ولی او توقف به خیرت است، او به ضرر تو نیست، تو را مسئولیت می دهد. کل قوانین به خیر بشریت در اصل وضع می شود. پس می بینیم و درک می کنیم که رب ما به تطبیق قوانین از ما خوش می شود، از ما خوش می شود و مسئولیت به ما داده می شود. حالی که چنین است، فکر بکنین که اگر ما یک عمل را انجام میدیم، میخواییم او کار را بکنیم، او کارم مشروع بوده باشد و فقط نگفتیم که انشاءالله و تصرف الله را در اوجا تذکر ندادیم، مراقبت الله را تذکر ندادیم و ملکیت الله را در حقیقت در اموجا نشان ندادیم، رب ما از ما خفه می شود. کار مشروع میتونی که کسی وعده بکنی، ولی در عین وعده تو باید بدانی که در اختیار خودت نیستی. اگر گفتی که تصرف پیش ماست، الله خفه می شود، الله خفه می شود. ولی فکر بکن، حقم از تو. من برات میگم که فردا ساعت 10 بجه تو میمان ما هستی. اگر میره گفتم الله خفه میشه، میگه این صلاحیت به تو نیست، تو باید بگو انشاءالله. و اگر من میگم که فردا ساعت 10 بجه خانیت میام و ایره مقید به انشاءالله نکنم، الله خفه میشود، میگه چرا؟ تو خو آزاد نیستی، تو تحت تصرف و قیمومیت استی. و تو خود نشان دادیم که ولا تسقط من ورق الا یعلمها، یک دانه برگ نمفته بدون اذن الله متعال. تو چطور جرأت میکنی که بروی جای و اذن از من نخواهی و تصرف مرا محترم نشماری؟ گرفتیم انشاءالله گفت را. پس ببینین دوستای عزیز که انبیاء علیهم السلام، انبیاء علیهم السلام امی ادب را برای ما شما یک یک تعلیم میدهد. در داستان قصه حضرت اسماعیل ذبیح و ابراهیم خلیل را در سوره مبارکه صافات میخوانیم که فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. طفل به جوانگیش میرسد، نوجوان میشود، توان کار کردن با پدرش را پیدا میکند. بعد چی میگه؟ فرزندم ما در خواب دیدم که پروردگار به ما دستور داره تو را ذبح بکنم، آلی تو چی نظر داری؟ فرزند چی میگه؟ قال یا ابا تفعل، پدر جان انجام بده، ما تو امر آنچه تو و تو دستور داده شده است. ستجیدونی انشاءالله من الصابرین، نگفت که ستجیدونی صابرین، زیرا خودم از خودم نیستم، خودم بر خودم مسلط نیستم. ستجیدونی انشاءالله من الصابرین، انشاءالله مرا از جمله صابرها خواهی یافت. بنان به دستور پروردگارم گردن خود را میگذارم. چی عجیب است و چقدر زیباست. این شکلش حضرت موسی علیه السلام او چی زیبا می فرماید، قال این هنگامی که
عروسی می کند. قال اینی اريد ان انکحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانی حجج فإن اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدوني ان شاء الله من الصالحين. پس یکی از دخترها را بر حضرت موسی میگه و تو به نکاح میتون اگر امرایم 10 سال سپریت کردی فبها نعیما و 8 سال هم اکتفا میکنیم، ولی در این معامله از جمله صالحین و نیکوکاران مرا خواهی یافت ان شاء الله. باز هم سر خود باور نمیکنه ان شاء الله اگر الله خواسته باشه. چرا؟ ما ضعیف هستیم. حضرت موسی علیه السلام همراه خضر در سفر است. بعد از گفتگویی که می شود و عزم سفر را می کند، حضرت موسی علیه السلام را می گوید که ببین تو توان رفتن را همراه ما نداری. حضرت موسی هم تو میگه نداری توان رفتن، و حضرت موسی میگه قال ستجیدونی ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. ان شاء الله مرا از جمله کسایی خواهی یافت که بس اتباع امر تو را میکنم، فرمان تو را میپذیرم و نافرمانی نمیکنم. بازم چی میگه؟ ان شاء الله این کلمه را میگه. حضرت موسی، حضرت یوسف علیه السلام انگامی که برادرش داخل مجلسش می شود میگه فلما دخلوا على یوسف آوا الیه ابویه و قال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین. بس پدر و مادر رو برادرش دعوت کرد به مصر، خودشم مسلط است در شهر، تمام ابزار در اختیار دارد، هیچ مشکل نداره، ولی بازم چی میگه؟ ان شاء الله آمنین اگر الله خواسته باشد. الله نخواهد همه چیز را آنن از بیشم میگیرد. بس دیگه ما پاشا نیستم، ما مسلط نیستم. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم امیفن لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امین. این خبر الله بر تراس میکنه ای پیغمبر، تو به مسجد حرام داخل میشی در امن ان شاء الله اگر الله خواسته باشه. پس از این مفاهیم چی نمیگیریم؟ به این مفهوم میرسیم که در سوره تکویر میخوانیم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. آنچه که شما اراده می کنید اون منتج به نتیجه نیست مگر آنگاه که الله اراده بکند و الله بخواهد. ما خب بسیار چیزا را می خواهیم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. پس اراده خود را بگذار به اراده الله و تفویض بکن امرت را به پروردگارت، خود را بیرون بکش با ضعفت با ناتوانیت، باید اقرار و اعتراف داشته باشی. و بندگی امیره میگوید، بندگی چی را میگه؟ امیره میگوید که در سر زمین الله زندگی میکنیم، در زیر چتر زمین آسمان الله زندگی میکنیم، بنده الله هستیم، آنچه که داریم از چشم و فکر و عقل و فرزند و مال و صحت و هر چی که میگی کل شکی داده است؟ الله داده است. و ما بکن من نعمه فمن الله. آلی که این نعمت ها را به عرضه کار مندازی، تصرف میکنی، پس خدا به او ملحق بگردن. و چیزی باز که میگم انا لله و انا الیه راجعون. پس رمضان امیر به ما داد که در هر امرتان خود را به خدا بسپارید و ارگاه به خدا خود سپردین سراسر زندگیتان امن می شود، تشویش و قلق از پیشتان برداشته می شود. امام قرطبی
رحمة الله عليه در تفسيرش در تحت آية 23 و 24 سورة مباركة كهف ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا هیچگاه نگو به یک چیزی که من این کار را انجام میتون فردا این کار را نکو الا ان یشاء الله مگر ای که بوی که اگر الله خواسته باشد به هیچ کار تو حق نداری بوی که فردا این کار را میکنم مگر ای که بسپاری امر را تفویض بکنی امر را به الله متعال الا ان یشاء الله واذکر ربک اذا نسیت یگان بار امی ان شاء الله را فراموش میکنی متوجه آدم نمیباشد وذکر ربک فورا پروردگارت را یاد بکی اذا نسیت اگر انشاءالله را فراموش کرد استغفر الله بگو لا حول ولا قوة الا بالله بگو و خدا مرا ببخش و قل عسى ان يهدیني ربي لاقرب من هذا رشدا چرا میگه این آیت چرا نازل شد امام قرطبی میگه شأن نزول را بیان میکند روزی کلانای یهود آمدن از رسول ما صلی الله علیه و سلم در مورد ذوالقرنین و در مورد روح پرسان کرد روح چی را میگوید این ذوالقرنین کی بود رسول صلی الله علیه و سلم برش گفت که صبح سوال شما را جواب میتون صبح سوال شما را جواب میتون صبح شد جبرئیل امین نیامد دیگه صبح شد نیامد 14 روز سپری شد جبرئیل نیامد حالی که مردمش چی گفته بود صبح جواب شما را میتون چرا نیامد بعد از اینکه 14 روز سپری میشه و در 15 رب ما این آیه ها را نازل میکند ولا تقولن لشیء اینی فاعل ذلك غدا هیچ وقت نگویی که من این کار میکنم صبح باید بگوی ان شاء الله الا ان یشاء الله مگر اینکه بگوی الله اگر خواسته باشد اگر الله خواسته باشد ولی دوستای عزیز شما در این کمک فکر بکنین که رب ما به اینق چیزی که یک انسان تصرف بکند خفه می شود به مقه چیز صبح 10 من می آیم الله خفه می شود تو به اختیار خودت هستی؟ این نفس در اختیار خودت است اراده در اختیار خودت است نه چرا خود به الله نمسپاری؟ باید الا ان یشاء الله بگوی باید بگوی انشاءالله اگر نگویی رب ما میگه که تو ادبی که سزاوار یک مؤمن است که با رب خود داشته باشد او را رعایت نکرده است او را رعایت نکرده است پس این درس شد که بهترین مؤمن کیست که کل کارش به الله بسپارد متصوفین کرام ای صوفیای راستکی میگن قرتکوالا و دکاندارا را نیم ای صوفیای راستکی تعبیرات بسیار جالب دارد سیر الالله فلا بلا معالله فنا فلا ای فنا فلا ای تو نیست که باز بگه ما در کعبه نماز میخوانم خو یا بگه خدا ما را معاف کردم ای تو نیست ای فنا فلا ای رقم است که ان اعطا اعطا لله و ان منع منع لله و ان احب احب لله و ان ابغض ابغض لله همه کار را به خاطر خدا میکنم حظ نفسانی ندارد دوستی به خاطر خدا دشمنی به خاطر خدا عطا به خاطر خدا منع به خاطر خدا کل کار به خاطر خدا میکنم پس اگر ما در زندگی خود همیشه انشاءالله را ورد بسازیم و زبان خود را در وقت تعیین تصرفات خود ما به انشاءالله با برکتش بکنیم هم به او هدف خوب میرسیم و هم ادب را با رب ما
در زمینی که خدا به ما داده است خوب رعایت کردیم. پس میبینیم که اگر ما در باغ خود کسی را دعوت میکنیم و برش میگیم که از این استفاده بکن و او صفت باغ هم برد بکنه، میماند و برد بکنه چقدر زیبا جورش کردی، چقدر مقبول جورش کردی، بسیار دقیق جور شده، میویش بسیار شیرین است، و برد بگه که تشکر از تو میکنم و قدم ها را راستی بگذاری، صاحب باغ از تو خوشم میشود. و دیگه هم برد میگه استفاده کن و اگر گستاخانه گستاخانه بگردی. بعد از او باز او میگه چی رقم آدمی هست؟ رب ما ای کل چیز برای ما آفریده است. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، الله ذاتی است که همه چیزی که در زمین است برای ما آفریده است. پس اگر استفاده را به امر الله بکنیم و به انشاء الله اموری خود را در ما بعد به مشیت الله بسپاریم، ما ادب را رعایت کردیم. ادب را که رعایت کردیم، خداوند متعال به ما چی میکنه؟ نعمتش را می افزاید. و لئن شکرتم لازیدنکم، تو اگر سپاس بگوی ما برد نعمت را بیشتر میکنیم و زیاد برد میکنیم. پس از این هم معلوم شد که چقدر که انسان کلمه انشاءالله را بیشتر بکنه به هدفش بهترتر میرسد. امام بخاری و مسلم حدیثی را از رسول ما صلی الله علیه و سلم روایت میکند. حضرت سلیمان علیه السلام عجیب پاچا بود، سخن حیوانات را بلد بود و نص قرآن کریم، باد در تصرفش بود، جنیات در تصرفش بود، پرنده ها در تصرفش بود. او رقم پوچوی را الله به هیچ کس دیگه نداده. یکی از روزها میگوید که من امشب با تمام همسرایم یک جا میشم که کلشان یک مجاهد را به دنیا بیارد تا کلشان در راه خداوند متعال برزمد. لعطوفن اللیل علی 90 امرأة، به 90 خانم خودم جا میشن، کلها نتأتی بفارس یجاهد و فی سبیل الله، در راه خدا برزمد. ولی کلمه انشاءالله را نگفت. یک زنش هم حامله نشد، یک خانمش حمل گرفت و او هم جنین نصف و ساقط شده ای را به سر زمین گذاشت. رسول ما صلی الله علیه و سلم می فرماید که وایم الذی نفس محمد بیده لو قال ان شاء الله لجاهدوا فی سبیل الله فرسانا اجمعون، قسم به ذاتی که نفس ما در اختیار از اوست، اگر سلیمان ان شاء الله را می گفت همشان فرزندای می بودند، جوانای می بودند که در راه خداوند متعال مبارزه و جهاد می کردند. نگفت، الله از پیش گرفت. و بعضی از علما یک قصه را هم ذکر می کند که پادشاهی بود، وزیری داشت، و این وزیر همیشه در زبانش همی بود که کلمه را که میگه باز میگه انشاءالله انشاءالله، همی خیر است. روزی پاشا کدام کار کرد، دستش در چیزی همون قوی بند شد، سر انگشتش قطع شد، خون از پیشش میآید. این وزیر برش میگه که انشاءالله دمی هم خیر است. پاشا را بسیار زور داد که بیعقل خدا، انگشت ما قطع شده، تو دی جان بر من میگی انشاءالله دری هم خیر است، خونه نمیبینی؟ جای با جای وزیر خدا بندی کرد، وزیرش بندی کرد. خب
وزیر در بندی خانه. روزی ای پاشا به طرف شکار می رود. وقتی که در جنگل داخل می شود با یکی از کاروان مردم روبرو می شود که اونا عادت داشتن که هر سال که نو می شد برای بتش یک نفر از ذبح می کرد، قربانی می کرد. پس ای پاشای بیچاره کرد ماسره کرد و گرفتش، چون این پشت شکار رفته بود، بهترین کس است، بس ذبحش بکنن، قربانی. بردش که پیش بت قربانیش بکنن، میبینه که سر انگشتش نیست. باز گفت که والا این قربانی خسایی نمیشه، ما باید یک آدم سالم را قربانی میکرده. پاشا را پس ایلا کرد، ای را که ایلا کرد جای به جای پاشا فهمید که والله ای وزیر راست گفت که در یک قطع انگشت هم خیر است. آمد وزیر را ایلا کرد که آمد را که تو را که بندی کردم تون گفتی که انشاءالله درمی خیر است، بازم شکایت نکردی؟ گفت بله، در این بندی کردن من خیر بود، اگر تصادفاً در شکار من امرید می بودم، چون من سالم بودم بیوستم من را ذبح می کرد، پس در این هم خیر است. ما نمی دانیم، کل نظام پیش الله هست و رب ما خوبتر می داند و خوبتری نظام را اداره می کند. پس ضرور است برای ما که در کل امور خود لفظ انشاءالله را چی نکنیم؟ فراموش نکنیم. در کلمه، در لفظ انشاءالله، رب ما در این دنیایی که در اختیار ما قرار داده است به زیبایی حق تصرف می دهد، برکات و معونت خود را امرای ما یک جا می کند و حسن ادب خود را با رب ما به وجه بهتر و دقیق ترش انشاءالله مراعات خود کردیم. خب، بناهن هر کاری که میکنیم باید بگویم انشاءالله تعالی، انشاءالله، انشاءالله، و در پهلوی از او تفاعل نیک داشته باشیم، تفاعل نیک داشته باشیم، یعنی هر کاری که میکنیم مثبتگرا باشیم، منفیگرا نباشیم. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم مثبت میاندیشید، اصحاب کرام مثبت میاندیشیدند، ما شما هم همیشه کوشش بکن مثبت بیاندیشیم. وقتی که مثبت می اندیشیدیم اعصاب ما خوب کار میکنه، تحقیق خوب میکنیم، تدبیر خوب میکنیم، پلان خوب وضع میکنیم، برای تطبیق پلان خود وسایل را زیبا استفاده میکنیم و به مطلوب خود آسان و ارزان و خوب میرسیم. پس مسلمان در پهلوی که انشاءالله میگوید مثبت نگر هم است، تفاعل نیک دارد و رسول ما صلی الله علیه و سلم این عادتش بود. منفی نبینین، ای تو قلمه که گرفتی به این بیندش که خوب است که رنگ داره، ای تو نگوی که چقدر کم دارد، این میشه منفی بخشش را بگیری. از این خاطر است که وقتی که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم تفاعل نیک را میپسندید ولی شگون بد را سخت بد میدید و ای را از جاهلیت میدانم و من ما میکند که شگون داشته باشیم. چرا شگون بد قبول نمی کند؟ به خاطری که ما را میبرد به طرف منفی. پس در عقیده ما شگونا نیست که اکک بشیند باز بگن که این خبر بد آورد. اکک چی کاره که بر ما خیر و شر را تثبیت بکند؟ ای از نظام جاهلی است، از عادات جاهلی است، از عادات شرکی است. چشمت رب بخورد بس بگوی که هم چیزی می شود، مصیبت پیدا می شود، آرد از چیت او طرف بفته با سرش یک چیزی مرتب بکنی، شمد از گلاست پیدا شود باید یک چیزی را سرش مرتب بکنی، عروس که در خانه‌ت بیاری باز برش بگوی که علالا زود یک چیزی را خون بکنین، اول باید یک گو باید پیش روی پای عروس خون انداخته شود، اگر انداخته نشود یعنی چی؟
شگونی بعد اگر پیدا نکنی یک گوسفند، پیدا نکنی یک مرغ، ای مرغا را قدیما یاد ما که میای برای کسی که آروس می آورد سر اسبش، باز به صاحب اسب یک دانه مرغ می داد. بازی مرغ کسی که کمک به اصطلاح ضعیف رقم بود با تاج شبرش خون میکرد، بازی خون از او را در پای از یاروس میزد و همی تقم شگون میگرفتن. این کارشان بود. این کل جاهلیت است و خلاف شریعت الهی و خلاف دین، و دین ما چنین چیزا را دوست ندارد. پس نظام از خدا هست و ما با این خرافات نباید عقیده و باور داشته باشیم و هم خود را خراب بکنیم و هم خدا نخواسته خدا نخواسته بس یک عروس بیاید کدام حادثه شود و چی میگیم؟ ولی این قدم یزی بسیار کثیف بود، بد بود. در حالی که او چی کار است بیچاره؟ رسول ما صلی الله علیه و سلم ما را منع میکند. چی میفرماید؟ میگه این قدم قدم نیست، قدم قدم اصلا نیست. بالفرض اگر می بود در اسب می بود، در خانه می بود، نیست اصلا. پیغمبر منش میکنه. پس مسلمان چرا عقیده ای رو پیدا میکنی که با انشاءالله در تضاد است؟ تو خود که گفتی انشاءالله معنای چی شد؟ یعنی آنچه که الله خواسته باشد او می شود، نه آنچه که بیچاره از انسان خواسته باشد. از دست از این چیزم نمی شود. پس نتیجه بحث ما چی شد؟ رمضان به ما شما درس داد. مراقبت الله متعال، تسلط الله متعال در کل جزء حیات ما، که نمیتانیم در خانه خود کلک نام بسته پردم کش هیچ کس هم خبر نشود، آب خورده نمیتانی ولو که کاملا ضرورت برش داری، نان خورده نمیتانی ولو که برش ضرورت داری، میشرمی، حیات میگیرد. و وقتی که الله برد اجازه بدهد، بعد از او با میفهمی که ای چقدر مزه داره چیزی که به مطابق امر خدا خورده شود، مطابق دستور خدا خورده شود، مطابق رضای خدا خورده شود. هر چیز باز مزه میکند، آبم مزه میکند، نانم مزه میکند، زندگیم مزه میکند، حرکت و سکناتم مزه میکند. رب ما توفیق مزید ما را شما را عنایت بکند و خداوند ما تعال همیشه ایمان قوی و راسخ را نصیب ما بکند. الله ما تعال رمضان ما را بپذیرد، الله قیام ما را بپذیرد، قرآنی که خواندیم او را الله بپذیرد، ذکر تلاوت ما را الله بپذیرد، انفاق ما را الله بپذیرد. و رب ما میگم که خدایا همه عبادت تو را کرده نمیتونیم اگر تو نخواسته باشی، روزه تو را گرفته نمیتونیم اگر تو نخواسته باشی، هیچ کاری را کرده نمیتونیم که تو نخواسته باشی. بنان امی توفیق از طرف توست، به توفیقم از تو تشکر میکنیم، از تو سپاس میگویم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب. پیمان فیلم مرکز تولید و نشر برنامه‌های اسلامی و زمینه‌ساز برنامه‌های اجتماعی.